بله بیننده های عزیز، بسی تاثیری بود در رابطه به حقوق بانوانی که هر بانو باید از حقوقش آگاه باشه که چه کارهایی را یعنی در قانون افغانستان، حکومت افغانستان برش داده شده که باید حقش را بگیره و قسمی که ما در برنامه های گذشته گفتیم حق خواسته نمیشه، ما حق ما را خود ما باید بگیریم. پس خدا کنه که تمام بانوان از حقشان آگاه باشن و در هر کجایی که هستن حقشان را بتونن به دست بیارن و همچنان جوانان کشور ما که موضوع بحث امروزی ما در رابطه با جوانان هست، مشکلاتی که جوانان دارن و پروسه صلح. خب مهمان را دعوت کردیم، صحبت می داشته باشیم. مهمان ما جناب آقای فردین فدایی هستن، رئیس جامعه مدنی جوانان افغانستان، و روی موضوعی که پیشتر به شما اشاره کردم، مشکلات جوانان و پروسه صلح، صحبت می داشته باشیم. خدا کنه که شما عزیزان هم با ما همراه کنین ما را و از موضوعاتی که امروز صحبت می داشته باشیم در رابطه با مشکلات جوانان و همچنین پروسه صلح، شما هم آگاهی کامل حاصل کنین، به خصوص جوانان، تا بدانیم که امروزه در جامعه ما در افغانستان جوانان دچار چقدر مشکلات هستن و چگونه میتونیم این مشکلات را بالاخره حل بسازیم و کی اصلا مقصر است و کی میتونه راه حل برای این موضوع پیدا کنه، صحبت می داشته باشیم. سلام به شما نیمروزتان بخیر آقای فدایی. با سلامت باشین. سلام به شما و سلام تقدیم میکنم به همه ملت افغانستان. سلامت زنده باشین. موضوعی که امروز میخوایم روش صحبت داشته باشیم مشکلات جوانان هست و در قدم نخست میخوایم اشاره داشته باشیم به اینکه جوانان ما، یعنی جوانان افغانستان، که چقدر مشکلات دارن و عمدترین مشکلات جوانان در جامعه امروزی ما چی است؟ با سلامت تشکری میکنم در این قسمتی که شما بحث موضوع بسیار حساس را روی دست گرفتین، موضوع جوانان و موضوع صلح که بسیار با هم مشابه هست. و در این قسمت جوانان سراسر مشکلات را متقبل میشن، مخصوصا دو موضوع خیلی عمده و اساسی که اول زمینه کار برایشان فراهم نیست و بحث دومی که موضوعات امنیتی است که در سطح افغانستان، ما افغانستان شمول ناامن هستیم، اما این در این سه بخش جوانان هست که یک تعداد محدودشان کشور را ترک میکنن، یک تعداد محدود شاید معتاد شوند و یک تعداد دیگه به سرنوشت هست، یک تعدادش طبعا تعداد محدود شاید به مخالفین بپیوندن و اونا هم تقاضای مشروعی دارن. دائما تاکید آقای رئیس جمهور هم در خارج از افغانستان همین بوده که جوانان باید در کشورتان باقی بانین و کشورتان را بسازین و همین کشور وطن حیثیت مادر داره، باید به این خدمت بکنین. خب جوانان که خواست داشتن، طبعا تعداد ادارات ما روی روابط پیش میره و همین که روی شایسته سالاری که ما میگیم که هر جوانی که واقعا شایسته کار است، جوان کارکن است، کارکشته هست، میدانه که یک اداره که در فساد باشه میتونه روز به روز اوجش پایین بیاره و یک مدت زمان نیاز است که تا بتونه فساد را ریشه‌کن بسازه. اما طبعا نسبتا کاری هم برای جوانان شده و تاکید ما زیادتر در رسانه و در هر مجالس، در هر نشستای مطبوعاتی، در هر برنامه‌ای خرد و کلانی که میگیریم، تاکید ما بر این بوده که اداره جوانان باید مستقل شود و بودجه مشخص برای جوانان داده شود، چون جوانان یک کتله بسیار بزرگ این کشور را تشکیل میده. بالاتر از سن 18 تا 25 سال ما 50 یا 52% جوان داریم. و در جمع ما 64 یا 67 یا 68% ارقام دقیق نیست، ما جوانان هستیم. اما امروز روز به روز مشکلات جوانان زیاد شده میره. جوانا در بخش ورزشی مشکل دارن، در بخش سینمایی مشکل دارن، در بخش تحصیلات مشکل دارن، در بخش نیروهای امنیتی و دفاعی مشکل دارن. به خاطر از این موضوع را میگم که اون جوانی که از حاکمیت ملی و از تمامیت از این کشور دفاع میکنه، طبعا 10 سال میشه که ترفیع نکرده. در این قسمت وزارت دفاع، وزارت داخله و امنیت ملی مکلف است که اگر واقعا 3 سال و بعد از 3 سال 4 سال باید اتوماتیک ترفیع از او اجرا شود. و بحث دیگه این که ورزشکارا قهرمانای پیام آورای صلح هست و متاسفانه که زمینی رفت و برگشتشان به خارج از افغانستان که مسابقات برگزار شود مهیا به گونه درست اساسی نمیشه. همین اساس سینماگران که قشر عمده اساسی این سرزمین هستند و بعض جوانای تحصیل یافته ما، محصلین ما، دختر خانم ها در چی حالت در مشکلات غرق هستند. اما ما دائما گفتیم که چهار کنج کابل را فکر نکنیم. جوانایی که در ولایت بدخشان در دورترین نقطه افغانستان با مشکلات دست پنجه نرم میکنه، با زمین کار برایشان فراهم نیست، قلدرا در اونجا جمع شدن، زورگیرا در اونجا هست و ما میگیم یک اداره مستقل برای جوانای ایجاد شود، یا ریاست مستقل یا مدیریت یا ریاست مستقل یا وزارت مستقل که تا اون جوانای از اون کنج افغانستان، از قندار و هلمند و بالاخره بدخشان و نیمروز و دایکندی وقتی که به مرکز مراجعه میکنن، به می در باید بیان.
و مدیریت تفتیشی در چارچوکات زیرین وزارت باید باشه که هر وزیر، هر معین، هر رئیسی که با یک جوان جفا میکنن باید از یخن از اون معین و وزیر همی جوان همی اداره باید بگیرن. امروز یک جوان نباشه که در یک اداره وقتی که مراجعه میکنن اولین صحبت از او اداره این باشه که تو در کدام تنظیم هستی و کی کمپاین کردی، وابسته به کی هستی که تو را ما باید استخدام بکنیم، چقدر تو تجربه کاری داری. وقتی که تو امروز زمینه کار را برایش فراهم نسازی اون طبعاً از لسانس هست و ماستری خود را هم گرفتن و تو تجربه کاری را باید تو برایش فراهم بسازی که بعد از او بتانه که و در هر کنج افغانستان، در هر نقطه افغانستان، در هر اداره افغانستان یک جوانی که استخدام شده روی آبروی ما را حفظ کرده. مشکلات مثلا به موضوع فساد اداری بسیار به گونه جدی مبارزه کرده، فساد روز به روز اوج پایین آورده، اداره را سالم ساخته، کار بهره کار سپرده زیر دستای خود را. بله. اما باز هم ما نسبتا کاری هم به جوانا صورت گرفته اما نسبتا نشده. امیدوار هستم که امو شگافایی که بین جوانان و دولت ایجاد شده از آقای رئیس جمهور تقاضا داریم که اداره را مستقل بسازن و یک بودجه مشخص در اختیار ما جوانان قرار بدن که تا اون امو شگافا پس پر شود و جوانا بالای اداره ریاست جمهوری و ریاست اجرایه امو اعتبار اعتماد کمرنگ شده پس پر رنگ شود و ما بتانیم که برنامه خوب اساسی و بنیادی را برای نسل جوان دیگه روی دست بگیریم انشالله. بله واقعا جوانان ما با مشکلات خیلی زیادی دست پنجه نرم میکنن به خصوص در این شرایط افغانستان و ما شاید هستیم زمانی که قسمی که مهمان ما اشاره کردن زمانی که کسی از پانتون بالاخره فارغ میشه و لیسانس داره و حتی به حد ماستری وقتی به جایی میخواد بره وظیفه بگیره باز ازش پرسان میشه که چقدر تجربه کردی. اگر ما زمینه ها رو برای اینا مساعد نسازیم که اینا کار بکنن و فعالیت بکنن پس تجربه کاری از کجا به دست بیارن؟ پس ما باید یک زمینه رو مساعد بسازیم تا در آینده ها اینا بتونن تجربه کافی به دست بیارن. خب حالا شما قسمی که پیشتر در صحبتاتون اشاره کردین به این موضوع که جوانان مشکلات همی بیکاری هست و همچنان ناامنی در کشور، ارتباط جوانان با صلح چقدر است؟ یعنی چقدر میتونن وقت جوانان بتونن کار بکنن فعالیت بکنن در عرصه های مختلف چقدر میتونن صلح در کشور ایجاد شود؟ ما در قسمت صلح مشخصا ما از آدرس جامعه مدنی جوانان افغانستان کاروان صلح با تیم نهادهای دیگی هم از طبقه اوناس هم از ذکور بر ولایت ننگرهار رفتیم و مشترکاً این برنامه را برگزار کردیم کاروان صلح تحت نام صلح و به می اساس ما رفتیم ولایت میدان وردک که با بسیار استقبال گرم روبرو شدیم و مو خیمه که در ولایت میدان وردک برپا شده بود با اونا دیدن کردیم و در قسمت از این که ما برنامه تحت نام صلح باز هم مسابقات دوج داشتیم تحت نام صلح، هدف ما مشوق ساختن مخالفین دولت بر پروسه صلح بود. اون جوانایی که از المن پیاده در حرکت شدن به طرف کابل این کار ساده نیست. بله. این یک شجاعت و فداکاری کار داره و به خاطر همین وطن خود اونا همین مبارزه را قبول کردن و در بسیار وضعیت گرم آمدن به پیام صلح را رساندن به مردم عزیز کابل. بسیار. اما از این باید دولت هم استقبال کنه که استقبال کرد و ما باید در قسمت صلح که یک نیاز مبرم ملت افغانستان هست نباید که تنها و تنها شورای عالی صلح را بگیم که تو مکلف هستی، نیرو هم نتیره بگویم تو مکلف هستی در قسمت امنیت ما یا بخش مبارزه با مواد مخدره. در این قسمت ها باید ما هم گام به گام با اونا یک جا همکاری و همدست باشیم، همصدا باشیم. امروز وقتی که بحث موضوع امنیتی می باشد در یک نقطه افغانستان مخصوصا در کابل یک کسی کوتا طریق است، یک کسی که ماین را جا به جا میکنه، یک کسی اخلال نظم عام میکنه، ما باید به 119 پلیس مکلفیت ما باید ما اطلاع بدیم. در قسمت صلح که برنامه خوبی از آدرس شورای عالی صلح هم بود و پیشنهادی که برای مخالفین پیشکش شد و در مخالفین بین با دولت افغانستان در مذاکره بشینند و و و و با زیر چتر نیمه حکومت به نام وحدت ملی درست است. بله. مشکلات را حکومت داره اما بین از این کده که شما در کوه ها برین در جنگ باشین ابو پول را که شما مصرف میکنین 2 میلیارد 3 میلیارد دلار سالانه 4 5 میلیارد دلار دیگه از آدرس افغانستان ما مصرف میشه، اینی میره در افغانستان ما باید سرمایه گذاری بکنیم. امروز نشست علمایی که در عربستان سعودی برگزار شد ما از استقبال بکنیم، نشست علمایی که در سطح افغانستان گرد هم جمع شدن 3000 علمای جدید افغانستان در خیمه لوی جرگه صدا بلند کردن که جنگ جاری در افغانستان ناجایز است. اما در قسمت صلح که صلح یک نیاز اصلی و اساسی است همه با هم باید مخصوصا جوانای افغانستان دختر خانم ها که متشکری ازشان میکنه که با ما دوش به دوش گام به گام
بر ولایت میدان وردک رفتن و صدا را بلند کردن. بله، خب به عنوان آخرین پرسش و همچنان جمع‌بندی یک دقیقه فرصت داریم برای اینکه شما یک راه حل را بگوین که چه راه حل میتونه بالاخره تمام جوانان از این مشکلات از دیدگاه شما البته از این مشکلات بیرون شوند و بتونن فعالیت‌های خوب داشته باشن در کشور. اول اینکه کوتاه چون یک دقیقه وقت است، در قسمت جوانان باید منسجم باشن، عالی دست کسی قرار نگیرن. یک کسی که میگه من نماینده تاجیکا هستم نباید از رد از او بیرید، خودت استقلالیت دارید، خودت باید برنامه داشته باشی. یک پس دوم، اداره باید برای جوانان مستقل شه و بودجه مشخص داده شه و که تا بتانیم ما مشکلات جوانان در سراسر افغانستان مورد بحث بگیریم. بحث سوم این که هر اداره ای که با جوانان جفا میکنن، بحث موضوع تجربه کاری، بحث موضوع قومی، بحث موضوع سمتی، وزیری که مثلا تاجیک باشه تاجیکای خود جمع میکنه، ازبک باشه ازبکای خود، پشتون باشه پشتونای خود، از این مسئله باید ما بیرون شیم. امیدوار هستم که صدای بر حق ما جوانان را که ما دائما گفتیم، بازم میگم و در حضورداشت آقای رئیس جمهور هم گفتیم که صدای بر حق ما را باید بشنوین و عملی بکنین، که امو دوریه که بین جوانان و شما ایجاد شده اداره ریاست جمهوری امو پس پررنگ شوه که باز هم برای ما نسل جوان شما نیاز خواهد داشت. بله. سلامت باشین، تشکر، زنده باشین، با امید روزی که هیچ کدام از جوانان در جامعه ما دچار کدام مشکل نباشن و ما شاید هیچ مشکلی از نباشیم که جوانان در جامعه مشکلات داشته باشن. تشکر از شما، با امید موفقیت های بیشتر شما. شکر از شما. سلامت. خب بیننده های عزیز، میان برنامه خیلی کوتاهی داریم و پس از میان برنامه هم برمیگردیم. ما حسین تو را در ادامه برنامه همراهی کنیم.